آشیانه اندیشه ها، ارزیابی برخی از رویدادهای ایران و جهان، تهیه و اجرا عرض علوی، ارمغانی از رادیو مانی. با درود به شنوندگان گرامی، امروز 5 فوریه، من رضا علوی از رادیو مانی با شما سخن میگویم. در 2 هفته پیش رسانه ها عمده گفتار خودشون و تحلیل ها رو در مورد ترامپ، کابینه ترامپ و تصمیمات و قوانینی که در 10-12 روز پیش ترامپ انجام داده پر کردن. بنابراین به احتمال فراوان بسیاری از شنوندگان و هموطنان در جریان مسائل ترامپ و قوانین ترامپ و مسائل ایمیگریشن و سایر مسائل هست. امروز من به این سخن نخواهم پرداخت، بلکه به موضوعی خواهم پرداخت که در حاشیه قرار گرفته و در روزهای اخیر رسانه ها کمتر توجهی بهش می کنن. مسئله سوریه، مسئله پناهجویان و مردمانی که در سوریه در شرایط ناگوار روزها و لحظات خودشون رو سپری می کنن. به جنگ قدرت ها در سوریه، آیا جنگ در سوریه ادامه خواهد پیدا کرد؟ آیا شیوهی که امریکا و ترامپ در مورد خاورمیانه خواهد گرفت چگونه خواهد بود؟ ترامپ در سخنان پیش از انتخاب خودش در دوران مبارزات انتخاباتی بارها تاکید کرد که قصد دخالت در کشورهای خاورمیانه نداره، ولی میبینیم که در روزهای پیش پس از انتخاب خودش شمشیر رو از رو بسته و مشخصا 3 کشور رو تهدید نظامی کرده: مکزیک، چین و ایران. و باز میبینیم که در مورد سوریه بحثی رو که مطرح کرده مسئله منطقه حمل ممنوع هست. مطمئنا مشاوران ترامپ برای ترامپ توضیح دادن که پروژه حمل ممنوع با پروژه پرواز ممنوع 2 پروژه مختلف است از لحاظ نظامی کردیم. منطقه پرواز ممنوعی که مورد نظر ترامپ هست عمدتاً قصد وی نابودی یا این که به اصطلاح شرایط مناسبتر برای سوریه احتمالاً نیست، بلکه 2 هدف در این مسئله داره. یک اینکه میخواد یک منطقه مناسبی برای نگهداری پناهجویان و جنگ زدگان و آسیب زدگان داشته باشه، چون ترامپ بر این باور هست که خروج پناهجویان سوری از سوریه سبب میشه که در واقع تروریسم در جهان اشاعه پیدا بکنه. بر این باور هستش که باید اهالی سوریه رو در خود سوریه نگه داشت. امروز زندگی مردم در دمشق بسیار دشوار شده، مخازن آب آسیب خورده و بسیارانی از حتی مردم عادی دمشق دسترسی به آب و آشامیدنی ندارند، ولی زندگی در دمشق حرکت خودش رو میکنه. از جنگ 6 سال میگذره و مردم سوریه به این جنگ دارن آرام آرام عادت میکنن، به اضافه لشکر عظیم پناهجویانی که وارد دمشق شدن. ائتلاف نظامی مبارزه با داعش که به رهبری ایالات متحده آمریکا در 3 سال پیش آغاز شد، 60 کشور قدرتمند جهان در دخالت داشت. اما یک عنصر مهم و حیاتی در این بازی داده نشد، یعنی شریکی بتونه در میدانهای زمین جنگی حضور داشته باشه که بتونه مناطق از دست رفته رو پس بگیره و
و قلمرو تحت کنترل خودشو حفظ کنه. این درست همون کاری هستش که دولت عراق در مناطق تحت کنترل خودش در عراق انجام میداد. مداخله نظامی روسیه در سپتامبر 2015 به طرز چشمگیری موقعیت بشار رو عوض کرد. بشاری که در حال سقوط بود، حکومتی که در حال داغوش شدن بود، یک دم جدیدی، یک حیات جدیدی پوتین به بشار داد و تونست بشار بر پای خودش استوار وایسته. اگر اسد و پوتین بتونن در مناطق شمال شرقی سوریه، یعنی در منطقه رفح، با داعش مقابله بکنن و این مناطق رو از دست اونا خارج کنن، پذیرش همکاری های زمینی از سوی ترامپ شاید بشه گفتش که دور از تصور نیستش. ترامپ در اظهاراتی اعلام کرده که اگر چه ممکنه بشار اسد بد باشه، اما تروریست هایی که خواهان سرنگونی دولت بشار هستن بدتر از بشار هستن. این نظر بد و بدتری رو که ترامپ ارائه میده در واقع سبب میشه که امریکا با این ایده جلو بره که نسبت به موضوع خروج مهاجرین از سوریه نگران باشه. چرا؟ به خاطر که این امر و خروج مهاجرین یا اهالی سوریه از سوریه باعث گسترش تروریسم در امریکا، در اروپا و در مناطق جهان میشه. از اونجایی که هدف اصلی ترامپ نگهداری مناطق مختلف از نفوذ تروریست هستش، بنابراین این نظریه به عنوان اینکه بتونه اسد به عنوان یک جریان متحد طبیعی با امریکا باشه، این پروژه میتونه در آینده کارا باشه. چنین تغییری میتونه با یه سری عواقبی ناگوارم همراه باشه. در صورت اتحاد میان امریکا و سوریه، متحدان سنتی امریکا، یعنی سعودی و اسرائیل و کشورهایی که در منطقه خلیج هستن، مشخصا امارات منظورم هستش، اینها بدون تردید عصبانی خواهند شد. چرا که این اتحاد به معنای تقویت جایگاه و موقعیت اصلی ترین متحد بشار اسد یعنی ایران هست. بنابراین این سکه بیش از درو دارد. یک روی آن این هست که اتحاد طبیعی بین سوریه و امریکا به منظور نابودی تروریست های منطقه که مشخصا منظورم داعش، جبهه النصره، جبهه الفتح شام و کنونی هستش، خواهی نخواهی به گونه ای ایران را هم وارد این بازی خواهد کرد. از اونجایی که مناسبات پوتین و ترامپ مناسبات بسیار دوستانه هستش، خواهی نخواهی در این بازی دو شکل میتونه اتفاق بیفته. یا اینکه ترامپ ایران را به عنوان یک از متحدان خودش در خاورمیانه بپذیره، یا اینکه یک شکاف بین روس‌ها و ایرانی‌ها به وجود بیاره و در واقع جایزه‌ای که ترامپ میتونه به پوتین بده در مقابل رفع تحریم‌های روس‌ها، همانا دشمنی بین روس‌ها و ایرانی‌ها باشه، که در اون صورت ایران در این بازی بیرون از صفحه شطرنج قرار خواهد گرفت. عرصه سوریه در واقع عرصه نبرد قدرت‌ها برای تقسیم آینده و شرایط استراتژی جدید منطقه خاورمیانه و تعریف تازه‌ای از قدرت‌های تازه به خصوص امریکای جدید و ترامپ جدید در منطقه خواهد بود. به خاطر همین مسئله هستش که نبرد در سوریه ادامه پیدا خواهد کرد و نمیشه تصور کرد که این زودی ها به پایان برسه. این روزها پیش از هر زمانی اخبار نشان میده که قضیه سوریه قرار نیست به این زودی ها حل میشه. به عبارتی میشه گفتش که هیچ کدوم از طرف ها
اراده کافی برای حل بحران سوریه رو ندارد. مخالفان دولت سوری برای خودشون تنها یک گزینه تعریف کردن و تنها راه حل مسئله سوریه همانا رفتن بشار اسد از قدرت. امریکا و اتحادیه اروپا در گذشته دشمنان بشار اسد که بر رفتن او از قدرت اصرار داشتند، در حال حاضر چه در دو هفته پیش که ترامپ به قدرت رسیده و چه در ماه‌های آخر دوره ریاست جمهوری اوباما، اصراری به کنار رفتن ترامپ از قدرت ندارد. ما در دو هفته پیش سخنی از ترامپ و اطرافیان ترامپ که اصولاً یک تیم جنگ طلب هستند، افرادی مثل مایکل فلین و وزیر جنگ و وزیر امور خارجه تیلرسون و سایر مشاورین کلان دارای دینش‌های جنگ طلبانه، نشنیده این که به رفتن ترامپ نظر بدن. بنابراین تمرکز آینده امریکا احتمالاً روی مبارزه با تروریسم و داعش هستش و احتمالاً دیگه صحبتی از کنار رفتن بشار نخواهند کرد و این آن چیزیست که ایران و روسیه میخواد. البته این معنا نیست که اونها از رفتن اسد منصرف شدن. شاید آلترناتیو دیگه‌ای، گزینه دیگه‌ای به زودی پیدا بشه و نظر خودشون رو عوض کنن، بلکه اونا فقط میخوان اولویت ها رو مشخص کنن. اولویت موضوع ماندن بشار یا اولویت نابودی تروریسم. بدون تردید نه فقط اروپایی ها و امریکای جدید خواهان نابودی تروریسم هستند، بلکه حاضر نیستند که برای این امر سر بشار رو به باد بدن. برای باور هستند که نبودن بشار در سوریه سبب میشه که میدانگاه گسترده تری برای تروریست ها برای مانور دادن در منطقه سوریه باشه. بنابراین بر اساس خبرگزاری ها و خبرهایی که از سوریه میاد، جبهه های نبرد در سوریه به تصویر روشنی برای ما باز میکنه. ارتش سوریه حدود 300 هزار نیرو داره. البته نیروهایی که همراه ارتش سوریه هستن و متحدش هستن، اینها در تمام جبهه ها در حال یا نگهداری از مناطق گرفته شده مثل حلب هستن. امروز نیروهای بسیاری از ارتش سوریه با همکاری نیروهای شیعه منطقه، حزب الله لبنان، جیش الاسلام عراق، شیعیان حکومت اسلامی ایران و با یاری نیروهای پوتین در حلب ایستاده اند که از حلب حفاظت کنند، از حلب نگهبانی کنند. چرا؟ به خاطر اینکه نیروهای مختلفی مثل جبهه‌الفتح‌الشام که به نام که جبهه نصره سابق هستش، یا احرار الشام و فیلق الشام در منطقه حلب در گوشه و کنار سنگر گرفتن که در زمان مناسب دوباره وارد حلب شدن. بنابراین جبهه حلب در واقع جبهه دفاعی هست، جبهه هستش که نیروهای موجود در اونجا قصد نگهبانی و نگهداری از حلب رو دارن. ولی در رقعه که در شمال شرقی سوریه قرار داره و در واقع پایگاه اصلی داعشی ها هستش، در واقع پایتخت داعش هستش، در واقع منطقی هستش که پس از فتح موصل در عراق بسیارانی از نیروهای داعش وارد رقعه شدن.
رقعه برحال اونجا هنوز داعش تسلط داره، نیروهای امریکایی ماه هاست که در دور بر رقعه سنگر گرفتن، ولی شرایط جغرافیایی، شرایط نظامیگری بگونه این نیستش که کسی بتونه وارد رقعه بشه. و ولی در شمال حلب، در شمال غربی، در واقع در شمال غربی سوریه، مسئله کردها هستش که بر سر حسکه می جنگن. اینا هم یک طرف ماجرا هستن. طرف دیگه جنگ تروریستا با یک دیگه هستش. در واقع فتح شام و ارتش آزاد در حال نبرد با داعش در مناطق مختلف سوریه هستند. داعش در این مناطق عموماً با گروه‌های مسلح مورد حمایت ترکیه قرار داره. یک سوی جبهه هم هستن که کردها که مورد حمایت امریکا هستن موجودن، که در حال جنگ با مخالفان مسلح از جمله تروریستای داعش هستن. امریکا موافق حمله به مواضع جبهه النصرت که مورد حمایت ترکیه و قطر هستش قرار داره. روسیه بر حمله بر تمامی گروه های تروریستی هم از داعش، جبهه النصرت و غیره تاکید داره. در این میان با ورود چین به صحنه نبرد سوریه، جنگ سوریه ابعاد تازه‌ای رو در ماه پیش به خود گرفته بود. گفته میشه ناو هواپیما بر چین از یک سال و نیم پیش در بندر ترتوس پهلو گرفته بود، ولی این خبر در رسانه‌ها در آن زمان منتشر نشد. بنابراین وقتی که به مسئله نگاه میکنیم، شاید یک پازلی هستیم که در آن هر کسی به دنبال منافع خودش است. این پازل پیچیده مانند وضعیت هستش که به این نتیجه برسیم که فعلا نه تنها اراده‌ای برای بحران سوریه وجود نداره، بلکه قرار این جنگ ادامه پیدا بکنه. شاید بتوانیم در ماه‌های آینده پس از اینکه ترامپ و مشاورین جنگ طلبش فرصتی پیدا کردن و پرونده سوریه رو گشاده‌تر کردن و تصمیمات جدیدی در اونجا گرفتن، بهتر بتونیم موقعیت نیروهای تروریستی رو در خاورمیانه بسنجیم. ولی واقعیت این هستش که شرایط خاورمیانه دستخوش یک سری ماجراجویی‌های جدید و نگران کننده هستش. زمینه و بستر این نگرانی ها و این ماجراجویی ها در دستان ترامپ و تیمش و همراهانش هست. آیا استراتژی ترامپ و همراهانش در خاورمیانه چگونه خواهد بود و خاورمیانه را به کدام سوی میکشانند؟ سخنی هستش که با دسترسی به حقایق بیشتر و المنت های گسترده تر در هفته های آینده بهتر میتونیم بهش بنگریم. تا سخن آینده، شادکام و پیروز باشید.